خداوند فرموده که اگر بنده من دستشو بلند کرد سه بار گفت یا الله، همه با هم بگیم عزیزان یا الله یا الله یا الله. اینا خلق من خلقک، دعای مورچه، ما بندگانی از بندگانت هستیم یا الله، ما بی نیاز از رزق تو نیستیم یا الله، ما بی نیاز از رحمت تو نیستیم یا الله. خدایا ما را به خودمون واه مگذار یا الله. خدایا بارانی بر دلهای ما نازل بکن که درون ما رونق بگیرد. خدایا بداد دلهای ما برس که دلهای ما مرده، نه زمینها، درون ما خشکیده یا الله. خدایا بارانی بر دلها و افکار ما بریز و بداد دلها، نیتهای ما، بداد افکار ما، افکار ما را تصدیق فرما. ما در ابتدای سال جدید 1432 هجری هستیم، امروز روز دوم و سوم سال هجری، سال 32. اللهم یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا، دعاي بابا آدم ما وحوا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خدایا محتاج رحمتت هستیم، بعد از اینکه درون ما را شستید پروردگارا، بعد از اینکه درون ما را شستید پروردگارا، بعد از اینکه درون ما را شستید، باران رحمت مادی خودت را بر ما ببار، چون همه جا خوش شده، آبها عمیق شدند، چراگاه ها کم شدند. بندگان تو نگرانند. خدایا اینایی که میبینید 90% دو سه روزی که روزه هستند، امروز با دهان روزه آمدند. خدایا صندوقی برای بیماران تالاسمی و سرطانی و کلیوی گذاشتند. خدایا عجله ای برای رفتن ندارند. خدایا اگر تو اونها را بیامرزی و استغفار توبهشون رو قبول بکنید، مشکل باران ندارند، مشکل این که دلشون خشکیده شده، توکل و ایمانشون و یقینشون و عقیدشون ضعیف شده و اخلاصشون خدشه‌دار شده و مسیر قلبشون منحرف شده. خدایا به این جمع نیازمند رحم بفرما. از خانه هاشون به این بیابان آمدن. تو خودت گفتی اگر بنده من دستشو بلند کرد سه بار گفت یا الله یا الله یا الله. تو خودت گفتی که من شرمم میاد که دست بندم خالی بر بگردونم. خودت گفتی اد اونی استجب نکن. خدایا ما نیازمند و درمانده و بیچاره و فقیر هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه شما فقیر به درگاه خدا هستید. یکی از آداب استسقا متوسل شدن به دعای صالحین هست در حیاتشون.
پیامبر صلی الله علیه وسلم روی منبر خود نمیخوندن. یک دفعه اعرابی در جمع بلند شد و خطبه آن حضرت رو قطع کرد، گفت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، هلک العباد و البلاد، همه هلاک شدن. دعا بفرما، خطبه شو قطع کرد، دستشو بلند کرد، اون قدر دستشو لرزند و گریه کرد که سفیدی زیر بغلش نمایان شد. هنوز دستشو پایین نیاورده بود که ابری کل مدینه رو در بر گرفت و بارندگی شروع کرد و همینجور ادامه پیدا کرد تا هفته بعد. دوباره روی منبر بود، خطبه میخوند، دوباره همون اعرابی آمد تو جلسه، گفت یا رسول الله دعا بکن تا باران بند بیاید، قد بشود، هلک العباد و البلاد. این دفعه دیگه چه، از شدت بارندگی سیل راه افتاده، عباد و بلاد همه هلاک شدن. پیامبر دوباره دستشو بلند کرد، گفت اللهم حوالینا ولا علینا، خدایا از سر ما بلند کن، ببر تو اون تپه ها و اون جاها و جاهای دوردست. بارندگی قطع شد و حضرت عمر رضی الله عنه بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم، حضرت عباس عموی پیامبر مستجاب الدعا بود، میرفت پیشش میگفت یا عباس، ای عباس، ما در حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم اگر دچار قحطی می شدیم به دعای پیامبر ما متوسل می شدیم به درگاه خداوند، باران به ما می داد. الان دیگه پیامبر نیست که دعا بکند، ای عباس به دعای تو متوسل می شویم که به درگاه خدا دعا بکنید تا خدا باران بدهد، که ما متوسل شدیم به یکی از کم سن و سال ترین بچه های عزیزمون آمد برای ما شما دعا کرد. قبل از اینکه نماز استسقا خونده بشود، دو رکعت نماز مثل نماز عید، خطبه هم بعد از نماز می نشینیم تا آخر خطبه هم دیگر رو حلال بکنید. اگر دو نفر تو این جمع باشن که به هم پشت رو هستن، با هم قهرن، اگر نمامی در این جمع هست که از رونق جامعه اسلامی خوش نمی شود، اگر تارک و زکاتی در این جمع هست، اگر فرزندی که بی احترامی به پدر و مادرش کرده، اگر ظالمی که به فقیر ظلم کرده، اگر بدهکاری که حق طلبکارشو پرداخت نمی کند و متمکرم هست، اگر زن و مردی که بی احترامی به هم کردند، اگر مردی که در حق خانواده و اولادش بی حرمتی می کند، اگر شریکی که به شریکدارش خیانت کرده، اگر معلمی و عالمی که در حق بندگان خدا و شاگردان و طلاب کوتاهی کرده، اگر شیخ و عالمی که معصیت خدا می کند، همه باید توبه بکنن، همه باید استغفار بکنن. یک صفحه جدید، یک پرونده جدید. انگی فرمانداری مدارس رو تعطیل کردن، بچه ها رو آوردن این اطفال معصوم که برای ما دعا بکنن، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، شهردار محترم که تسطیح این محل و امکانات و حتی آب برای وضو گرفتن آورده، تانکر آب، از همه فراموش شده را احیا بکنیم، از همه و همه